دوستان گرامی سلام سلام لکسیون 401 در مورد اسم میخوام صحبت کنم یه اصطلاح هست اس میخوام بهتون بگم توی درسایی هم گفتم که اس در دو حالت میتونه نومیناتیو به کار بره میتونه آکوزاتیو به بره مثلا اگه من بگم اس کومت آن یعنی بستگی داره اس کومت دراوف اون احتمال اینو میدونید مثلا اس کومت die Größe بستگی به سایز داره برای بعضی بعضیا میگن اس نیست آف دی گروسه ان سایز مهم نیست و یه مقدار کنایه آمیز هم این رو میتونن به کار ببرن بعضی جاها مثلا اس کمت اس کمت نیست آف دی گروسه اینس شریطس ان بستگی به بزرگی یک قدم نداره اس کمت نیست آف دی گروسه اینس شریطس ان

چقدر خوب مثلا آلمان فردا بازی کنه دویچلند فیلد چقدر خوب آلمان بازی کنه که ببره یا نبره از هنگ دفان اپ از کمپ دقاف آن خب پس میتونیم حرف های ربط بذاریم اینجا و اینجا جمله بسازیم فیر رو بندازیم آخر از کمپ دقاف وی گود دویچلند از کمپ دقاف مثلا به نظرت فردا آلمان برنده میشه بس دنگز دویچلند مورگن دست از از خب حالا این اس حالت نومیناتیو داره میبینید حالت فاعل داره اس کم تقاف آن فاعل داریم بعضی مواقع اس هستن فاعل ندارن مثلا اس تقاف اس اوف اتواس آن لسن یعنی یه چیزی یه ریسکی بپذیری یعنی اتواس این ریسکو اینگین اتواس ریسکیرن یا این ریسکو اینگین اوف نداره بچه‌ها اینجا من اوف گذاشتم این ریسکو اینگین یه ریسک رو رفتن یه ریسکی رو مرتکب شدن کردن یه ریسکی رو یه چیزی یا ریسک کردن پس اس اوف اتفاق آن اینجا من فاعل معلوم نیست مثلا اگه من بخوام یه ریسکی رو بکنم میگم ایک لاس اس این اس دیگه آن را هست می‌بینید میخوام بگم اس حالت آکوزاتیو داره چون ما فاعل داریم دیگه اینجا می‌بینید ایک لاس اس darauf انکومن یعنی این ریسک رو Ich habe Hunger, aber ich habe keine Zeit. Dann werde ich spät ankommen. Ich werde spät ankommen, wenn ich jetzt sofort, wenn ich nicht jetzt sofort, wenn ich nicht jetzt sofort losfahre. Ihr müsst am Ankommen an ihr Residenz. Ich werde spät ankommen, wenn ich jetzt sofort, wenn ich jetzt sofort nicht los war, wenn ich nicht jetzt sofort los war. Aber ich habe Hunger, weil die go Ich lasse es darauf ankommen. Ich schaue darauf, wie haben wir jetzt auf Rio und die Residenz. Ich lasse es darauf ankommen. Ich will aber darauf mich anke. نخواهید اسم بعدش بیارید اگر بخواهید اسم بیارید اسم بعدش اکوزاتیف هست لسس دقاف نیشت انکومن یعنی این ریسک نکن همچین ریسکی رو نکن لسس دقاف نیشت انکومن با من درگیر نشو لکتیخ لکتیخ میت میه نیشت ان زیش میت یه من دیم ان سر به سر دهن به دهن شدن درگیر شدن خلاصه بخوای در برابر یکی ارزه اندام کنی زیش میتمه مندم ان لگن لگ دیش نیش ان یعنی با من درگیر نکن خودتو با من قاطی نکن لاسسنیشتقاوف انکم همچین ریسکی رو نکن ن حالا بخویم معنی کنیم نزار معنی لغوی نزار اون روش برسه که معنی لغویش زیاد جالب نیست مسلما بنابراین هم جوری باید حفظش کنیم لسس دقاوف نیش انکم لسس نیش و به نظرم اینجا بذاریم بهتره لسس نیشت دقاوف انکم لسس نیشت دقاوف انکم لگ دیش مت نیش ان رفتید چرت بندی یورو دیگه دارید اونم میخواید بذارید م? بعد نمیتونید برید خونه بعدش چون پول خونه هم تاکسی هم ندارید <تص> مثلا شما ممکن بگید ich lasse es darauf ankommen ich lasse es nicht darauf ankommen کلمات اسمی فعلی درس اسمی فعلی ها رو ببینید و جایی درس هست که هفتش تا ویدیو هست که برای بیتسوای به خصوص خیلی مهم هست خب امیدوارم که این اس رو تو دو حالت مختلف یاد گرفته باشید به اینا میگن اوبلیگاتوریش اس, اس یعنی اس ضروری باید ضروری ضرورتا استفاده کنیم از اس دیگه اینجا داست نمیگیم اس رو استفاده میکنیم این هم یکی دیگه از درس های آلمونی فارسی مورد توجه قرار گرفته باشه چوز